خب سوال بعدی که 223 باشه میگه عبارت کدام گزینه نادرسته؟ گزینه یک میگه کلسیم اکسید CaO اکسید فلزی است که برای افزایش بهره وری از خاک در کشاورزی و کاهش اسیدی بودن آب دریاچه ها به کار میره. بچه کلسیم اکسید دقیقاً اون نام شیمیایی آهکه. خیلی سوال میاد، متن کتاب درسیتونه دقیقاً این مورد کاملا درسته. دو میگه تمامی پرتوهای تابیده شده از خورشید را زمین جذب میکنه و تمام آن را به صورت پرتوهای فروسرخ با طول موج بلندتر از دست میدهد. داستان چیه اینجا؟ داستان اینه که طبق شکل کتاب درسیتون پرتوهای خورشید از جو، یعنی از بیرون از هواکره که میخوان وارد بشن، یه بخشیشون که اصلا باستاب میکنه وارد هواکره نمیشه، وقتی میاد تو یه بخش خیلی کوچولویش توسط خود هواکره جذب میشه. بعد که دوباره رد شد بخش عمدش توسط زمین جذب میشه. بخش عمدش نه تمامش، این میشه جواب دیگه. 223 گزینه دو میشه، نادرست گفته همش نه، بخش عمدش جذب میشه توسط زمین. بعد وقتی که برمیگرده در واقع اون پرتوهایی که برگشتن بچه ها طول موج بلندتر دارن و انرژی کمتر، طول موجشون بلندتره انرژیشون کمتره و میافتن دیگه تو نایه فروسرخ، برای همین میگه کم انرژی ترن. پس این تماما دوباره غلط. اوکی؟ کلن هر جا تمام، همه، هیچ، از این حرفا دیدی لطفاً با احتیاطون گزینه رو بخون، مورد نادرسته. سه میگه از بین آلاینده های حاصل از سوخت های فسیلی نیتروژن دی اکسید NO2 و گوگر دی اکسید SO2 بیشترین درصد فراوانی بیشترین درصد فراوانی را در باران اسیدی دارن. بله باران اسیدی هم تو دهم خوندی هم تو دوازدهم داری میخونی. تو خودش در واقع در اثر حل شدن SO2 و NO2 در آب باران به وجود میاد. البته واکنش هایی که باعث به وجود اومدنش میشه دیگه حالا بحث خودشو داره که چجوری اکسید میشن بعد میرن با آب واکنش میدن، دیگه من وارد اونا نمیشم. اما میدونیم CO2 باعث ایجاد باران اسیدی نمیشود، کامل تحلیل کردم. 4 میگه کربن دی اکسید مهمترین گاز گلخانه ای متن کتابته که افزایش ردپای آن باعث افزایش تغییرات در آب و هوای کره زمین میشه. بله کربن دی اکسید مهمترین گاز گلخانه ایه، باعث اثر گلخانه ای میشه. اون پرتوهای فروسرخی که گفتم برگشتن از سطح زمین و انرژیشون کمتر بود، زورشون نمیرسه دیگه ردشن برن بیرون، مخشون میمونن توی زمین، حبس میشن و باعث افزایش دمای زمین میشن. پس کامل این گزینه رو هم در واقع تشریح کردیم. جواب 223 شد 2.